من توقای سبکتین، فرزند توراکین سبکتین، پیک ویژه فرمانده تیمور شیلان، تحت امر پادشاه مقتدر و کشورگشای من انگیز خان مغول هستم. بدانید و آگاه باشید که پرچم سفیدم در صورت نپذیرفتن دستور پادشاهم به پرچم سرخ بدل خواهد شد و شعله های آتش از جای جای سرزمینتان به آسمان سر خواهد کشید. خانمان سوزی ای که جهان تا کنون بر خود ندیده و نخواهد دید. کدام بیشوری موبایلش نخورد؟ کدام احمقی؟ مگه نگفتم موبایلش کنه بگیر؟ آقا من همه رو گرفتم. پس کو؟ چقدر این بند خدا رو باید توی سر ما نگه دارم؟ بیاد بیرون خودش. آقا عصبانیه، بیاد بیرون. ببین هر کی بگه موبایل چیز نخورد یه نقش خوب بهش میده. آقا من مشتبه سرچشمه با این که از آدم فروشی بدم میاد، اما به خاطری که هنرمندای عزیز و شما کارگردان محترم بیشتر از این اذیت داشتید، حاضرم بگم کار کی بوده. باریکلا بگو ببینم کی بود. عذرخواهم، کار خودم بود. باریکلا آفرین، میکشمت. توی این سن و سال واقعا چرا باید به طلاق فکر میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر محترم دادگاه. ایشان خواهان طلاق هستند، خواهان زندگی. شما خانم بفرم. به نام خدای عدالت، من خواستم خدمتتون عرض کنم که ایشون دچار یک علافی 25-30 ساله هستن. آقای قاضی خسته شدم. من هر چقدر که من زرنگم، هر چقدر که من زبلم، میدوام تلاش میکنم، ایشون به همون اندازه سرشون تو جدول حل کردنه. جدول؟ اجازه بده. جدول برای شما اجازه بدید حرفشون رو بزنم. بفرمایید. بله خدمتتون عرض میکردم. ایشون فقط جدول حل میکنن، میخورن، میخوابن، تخمه میخورن، دوباره میخوابن. جدول برای اینا سرگرمیه. برای من حکم مرگ و زندگی داره. من با ممارست و پیگیری توی مسابقه تلویزیونی خیلی بزرگ به اسم پرنده‌باز شرکت کردم
تا شاید بتونم با اطلاعات عمیق خودم برنده ویژه 50 میلیونی مسابقه بشم و اینو به عنوان ارمغان به زندگی خودم هدیه بکنم. بزرگ نمیر بهار بیاد کمبوز با خیال. شما مثلا برای این دقیقا مشکل شما چیه؟ همسرتون دست به زن داره، زنبارگی داره، مریضی خاصی داره، پس چیه مشکلتون؟ بفرمایید. موضوع میدونین چیه؟ موضوع اینه که من انقدر دیگه خرج زندگی رو دوش خودم بوده بریدم آرخص مزه کم آورد. من 14 سالم بود که دوچار پدیده کودک همسری شدم به واسطه همین آقا و فشاری که خانوادم رو من آوردن. یعنی فکر کن من 14 سالگی ازدواج کردم، 15 سالگی اولین بچه‌مو زاییدم، 16 سالگی دومی، 17 سالگی سومی. یعنی تو 17 سالگی من 3 تا بچه به دنیا آوردم. اما پرونده شما شامل حکم طلاق نمیشه. من توصیه میکنم یه چند جلسه مشاوره تشریف ببرین، ان شاء الله که زندگیتون سر سامون بگیره برگردین سر زندگی. اللهم صل حالا گندی همین دوره روزی سیفه شده همون بودن. نصرته کجاست؟ رفته دنبال طلاقش. اون نصرت کجاست؟ گفتم که بعد دوتاشون برن دنبال طلاق، رفتن دنبال طلاقشون. این مریم خانم کجاست؟ تو قفسش نیست یه کلو کلو بکنه با اینا؟ رفته باشگاه دنبال کتک کاری. آقا مشتبا کجا؟ سر فیلمه. این آقا مرتضا جور نیش خبری نیست ازش. اوه جلو چشت داره با تلفن حرف میزنه. بازی امشب زندگی هممون رو عوض میکنه. شرط بستم سنگین رو مساوی و برد. بعد الان آرژانتین دیگه اونجوری تیم نیست که، یه دونه مسی رو داره، اونم دستش واسه همه رو شده. یه بدن میاد راست با بغل با یه دونه میندازه چپ میکنه اون تو. فردا ببرم پول یا تو حسابم گندی عقدت میکنم، میگیرم دین سگ. بعد دیدی سگ میگیره بل نمیکنه، منم همونم بگیرم بلت نمیکنم. مرحبا. چیه چی میگی چیکار داری؟ پاشو بیایی من کارت دارم. مگه نمیبینی دارم سریال عشق ممنون رو میبینم؟ بابا یه دقیقه پاشو بیا، این فرصه پیدا نمیشه مکمله. بابا گیری کرده بعد دست تو. ای بابا در این خونه رو گل میگیرن، یه دقیقه خالی نمیمونه، سگ مینه گربه میاد. بته بابا داستان. ها ماما 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 آنتی مرگم. آقا من جز 50 تای برتر تیم ملی بودم. ماما ماما دیدار امشب ملی پوشان کشورمون با تیم ملی آرژانتین در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل در گروه F و در ورزشگاه مینراو شهر بلوهیروزنته به داوری میلوراد ماجیچ در جام 20 در صورتی به مسافه همدیگه میرن که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران علیرضا حقیقی رو در درون دروازه قرار داده. پژمان منتظری. الهی قربونت برم لیلا اوتادی، بهترین بازیگر ایران. و کی نگاه تو رو تو این سینما داره؟ درد و برات بخوره تو سر هر چی بازیگر اسمه. سخت بود دست جمع میمون به سود شهر درون میرویم، آخرم را رندرو اون گلاج و دندرو گاز و فرمونو ببین شور حال بندرو، آخرم را رندرو اون گلاج و دندرو گاز و فرمونو ببین. یا ایشالله که همه نقشه یک بازی کنید، کلاس ازتون بگیرن به افتخار خودتون. ملو تابیه دوستش داری؟ خوشل لامصب. کسی از شما نظر پرسید؟ برای چی سرت تو گوشیمه؟ بچه پر رو حرم خصوصی نمیفهمی؟ حرم خصوصی تیخیار شد. عکساش همه جا هست. عکسش هست که هست، سوپر استار معروفه، عکسش همه جاست، من دارم نگاه میکنم. معلومه بد داری تو کفشی ها. کف چیه؟ کف چیه بچه پر رو؟ هیچی بهت نمیگم. برو گوشو ببینم. کفش جست تو. بودو اینم بیزاری میتل کنه بتا بیچاره بدبخت. حالا یه سیاهی لشکر اخراجی هستی،
برو خیاشور رو تو تبلیغ بکن. من 3 سال پیش خیاشور گاز زدم، همه ایران منو میشناسه. تو چی بلدی؟ یه دیزدار وشکو میدونی یعنی چی؟ بگن دیزدار وشکو خودتو خیس میکنی مثلا دیزدار جدابادت نچوارت عزیزم. دیزدار به اصطلاح سینمای فوش نیست داداش. خودت به کی داری میدی؟ ولی آدم میسواد ولش کن بابا، ایم نداره. ایم نداره چی؟ هم بدبخت آمار تو دارم، فقط بلدی بری سر فیلم هایی که لیله اعتادی بازی میکنه. اسم لیله اعتادی رو تو دهنت نیاری ها، دست میدم تو دهنت رو گل میدم. لیله جغد فقط زوم میکنی عکساش رو ببینی بدبخت. اجازه بده. نه یه چیزی میخوام بگم، میخوام اینو خرفم کنم، اجازه بده. شایعه شده بود خانم اعتادی عزیز دماغش رو عمل کرده، عکساش رو داشتم میدیدم درست کردم ببینم عمل کرده یا نه، که خدا رو شکر نکرده بود خودش هم فردا تکذیب میکنه. نه خیر، خودم دیدم داشته به چشاش نگاه میکردی، درسته یا نه؟ آقا شما چه مرگتونه؟ به شما میگم هنرمند بلنشین گمشی جفتتون بیره پایین مثل سگ اندیره رو لطفا کنین، بقیه رو هم خودتون گز کنید بیاره. چش آقای راننده، چش یه لحظه به من اجازه بدی الان حلش میکنم. هر غلطی بخوای بکنی زود باش. نوکرت هم هستم دوستان، بد کنین آقا دمتون گرم. ما هنرمندیم، ما تموم شد دیگه الان حلش میکنم. داداش یه لحظه بیا. داداش نکن دیگه، قربونت برم دیگه. تو که فهمیدی من لیلا اعتادی خط قرمز منه؟ سر تو گوشی نباشه، زشته دیگه. اما تو گوشیت نگاه کنی خوشت میاد، ول کن دیگه داداش. به خاطر همون خانم اعتادی به تیچی نمیگم، ولی یه بار دیگه بیام تو سرویس اسم خانم اعتادی رو بیاری میزنم تو گوشه. بسه خجالت بکشید، گواهت داره، مردم از شما توقع دارن. شما مثلا هنرمندی ایراننده، من از شما عذرخواهی میکنم، تو رو خدا تیز برو برسی به فوتبال. سلامتی ایراننده، صلوات الله صلی الله علیه و آله. نوشره دادن بابا وایدینه. الو یولدوز خانوم، عشق ممنون. میگم از این آقای نصرت خبری نیست، کجاست؟ گفتم که رفته برای طلاق. من پیامک کردم شما رو سریال و خدمتتون، ولی هیچ پیامکی برای من نیومده که نشون بده من تو مسابقه شرکت داده شدم یا نه. اینو میخوام بدونم. بله خیلی چیزا بوده، رو بوده، خیارشور بوده. بله حالا من یه چیزی هم خدمتتون عرض کردم. من تنها خلافی که میکنم اینه که میرم بالا دیچو تکون میدم، میام با این دوتا سیگنال میزنم که بیبی بتونه سریال عشق ممنوعشو ببینه. بابا این قفس جبر روزگاره، من و شما جفتمون تو یه تیمیم. بهت نگفتن شبیه کسی هستی؟ چرا؟ شبیه اشکان دژاگه، ولی من شبیهش نیستم، این فقط یه تشابه اسمیه. یعنی من فرق تشابه اسمی و تشابه چهره نمیفهمم. آقا الان چهره من شبیه کیه؟ اشکان دژاگه. خب وقتی اسم اشکان دژاگه رو میگین یعنی تشابه اسمی دیگه. به قرآن دیوانه است. نه خودشو زده به دیوانگی. اه بره بابا مزفر والله خسته نباشی، طلاق دادی تموم شد. کدوم طلاق؟ نه بابا باید بدوه. بابا من میخوام برم حموم. میاد من برای چی؟ بریم دیگه یه حالی بکنیم با هم. تو پشت منو کیسه بکش، من پشت تو رو کیسه بکشم. دلت خوشه با عرض ادب و احترام مجدد. من خیلی عذرخواهی میکنم که مجددا مزاحمتون شدم. من همین چند دقیقه پیشم زنگ زدم، اگه خاطرتون باشه مامان همون آقا پسری هستم که گفتم رو خیار شوره مشتبه سرچشمه. عکسشون دیگه. بله گفتم فیلم تبلیغاتیش توقیف شده. قرصه بابام کجاست؟ کابینت بالا یه سمور. الو من عذرخواهی میکنم، ببخشید من یه سوال داشتم، یه کلی برای من اومده 4 رقمی، میخواستم ببینم آیا این به منزله برنده شدن من هستش؟ بله من یه سوال کوچولو داشتم دیگه، هم خیلی مزاحمتون نمیشم، در مورد همین جایزه است. میخوام همین جایزه همون 206. این رفتار شما اصلا در شأن بازیکن تیم ملی فوتبال نیست. تیم ملی؟ بله شما که غریبه نیستی، من جزو 50 تای برتر ایران بودم، دعوت شدم تیم ملی جوانان، گلر بودم، تمام ضربه ایستگاهی‌ها رو خودم می‌زدم مثل چیلاورد. من اولین و تنها گلر ایرانی هم که تو 14 سالگی پیشنهاد داشته از یه تیم اروپایی. چه تیمی؟ اتلتیکو بیلبائو. چی میزنی؟ من ضربه ایستگاهی دیگه. دیگه چی میزنی؟ گل. پس گلم میزنی؟ اوه الان دیگه خیلی کم، یه وقتی با بچه ها دور هم جمع شیم. دور هم؟ الان دیگه خیلی نمیتونم، ربات صلیبیم پاره شده. اب نداره، میریم اداره درست میشه. درست نمیشه، بهترین دکترها ایران رفتن. آقای تشابه اسمی اگه دست من بود که همین الان ونو سرتم کردم میبردم به میدون کوچستان، همونجا اعدامت میکردم، امون بهت نمیدادم که. اعدام؟ آره اعدام. چه خوب که دست این نیست. مرکز بابا از مرکز
آقا به گوشم مگس رفته تو گوشم. شوخی کردن. بار آخرت باشه شوخی میکنی یا. سوژه مورد نظر دستگیر شده. شما اشتباه گرفتید. این تشابه اسمی بوده. ازش عذرخواهی کنید، ببرید درو معذرت پیادهش کنید. آقا من که گفتم تشابه اسمیه. الکی الکی روزمون رو داشتی به هاچ میدادی. نصرت. بله. کی برداشته این همه کانالا رو قفل کرده؟ نمیتونم سریالم ببینم. میام الان. من قفل کردم به صلاح دیدم. یه چیزای مشکوکی دیدم، مجبور شدم همه رو جمع بکنم یه جا. این دکمه شماست. میزنی میره رو کانالایش. آره دیگه، قشنگ نشستی همه رو تماشا کردی، اون وقت تصمیم گرفتی کدومه رو قفل کنی. وظیفه پدریمه. من مثل عقاب بالا سر بچه‌هامم. فتات پیش. قربونت برم. اگه شما میخوای وظیفه مادری تو به جا بیاری، تخمه تفت بده برای بازی امشب ایران آرژان. چشم، حتما. باری ارتزا ارتزا چه خبرته؟ چی میخوای؟ مامان استاد من چه گرفتاری شدم؟ این مرتزا کجاست؟ برای چی شب میبنده شماره منو میده آخه؟ پسر صد بار به من زنگ داده میگه اگه داشت پول مانه نده ما تو رو خفت میکنیم. آقا به من چه؟ من چه غلطی کردم سلیبریتی شدم؟ ما سلیبریتی کم حاشیه داریم، این داشت ما رو بله میکنه. مهم برم من دوره بگم به خاطر شهرت دیگه وقتی که رفتی رو این خیار شروع اینجوری شده. چهار تا دونه دیالوگ کارگردان به من داد، اونم از من گرفت فقط تو پشت بزن. دیالوگ دادم به؟ گرفت بازم دیگه. خیار شور 10 تا سریال تاریخی بازی کردی، یه دونه نمای بسته از شما ندیدیم. من نمای بسته ندارم بابا نوستر، من نمای بسته ندارم. این چیه بابا نوستر؟ شیشه خیارشون. این کلوزاپه، نمای بسته. خب چیکار کنم؟ تیزرم توقیف شد. وگرنه تا حالا 1000 تا کار به من پیشنهاد داده بودن. 100 تا تو نمای بسته خیارشون گاز زدم من. اگه این بیرون میومد میدونی چقدر به من کار پیشنهاد میشد بابا نوستر؟ نیومد. نگران نباش، توقیف درست میشه. اینو مرتضی که این همه اصلا حرف گوش نمیدم. من مشاوره دادم برای بازی ایران نیجریه، گوش نکرد باخت. خطبش مشاوره دادی؟ تو کارشناس فوتبالی مگه؟ بابا این بچه بدبخت داره تو مسار دهشه به در و دیوار میزنه، در بیاره دست دختره رو میگیره بره سر خونه زندگیش. الان بهش بگی برو دزدی هم میره دزدی، انقدر نفرستش دنبال این کثافت کاری. پول حروم به ما نمیفته بابا، نکنی این کار. با من نمیدونم این بچه به کی رفته. نه نشقه بربازه، نه بابا من اجازه نمیدم یه ریال پول حروم شرطبندی بیا تو این خونه. ببین که بهت گفتم این خوردن ها پول نداره آقا نصرت، بفهم. این پولا خوردن نداره آقا نصرت. حالا هرچی انشالله به جز بازیه امشب ایران آرژان. امشب هم بستی؟ هم بستی. من؟ تو من این مرتضی سی تو من دستی ازت را گرفت. مشتبارم آلوده کردی را؟ شما هم آلوده کردم. با مظفر بی بی من همه رو آلوده کردم. بیشون من همه رو تو شادی خودم سعی میکنم. بای دورت بگردم بردونه دورت بره پدر همه. احسابتو برای چی داغون میکنه؟ قربونت برم بگی با خودش آرومش. بابا نصرت آخه با این مرتضای بدشانس رو چی بستی دالا؟ غیرت بچه ها مصابی مصابی نزد نزد آقا رو ببخش عصبی شدم ببخش من رو ببخش ببخش من آرامش مهم تر از کنم هر شده تو بابا ناراحتم بخشیدی منو بخشیدی منو خدا وکیلی بخشیدی آقا میگه موسا خدا وکیلی رو موسا ببرای چی بستی بابا ببخش مسی همون تکه ما رو پاره میکنه اون مسی ده تا گل میزنه منو بسه دیگه همش فوتبال فوتبال ایران کلن سه تا بازی مقدماتی داره اونم میبازه و بر میگرده اینو تاریخ ثابت کرده. خیلی ممنون جناب کارشنا. این ننتو ببر نبر چیم بچه ها اگه غیرتی بشن ها شده به ضرب چاقو بازی رو میبازه. کیه؟ آبین بگی خورتا دیگه کیه نرسی گستی؟ سلام خسته نباشی جان سرمان. چند تا وحشی هن یه مدت میان در ما رو میزنن فرار میکنن. اتفاق میخواستم امروز خدمت برسم. این وحشی ها کی هن جان سرمان؟ وحشی ها؟ ظاهرا دختر خانمی در منزل شما هستن که کمی عصبی هستن، زدن دماغی رو ترکوندن. برو برو بگو بزن مادرتون بیاد. در منزل ما دختری هستن دماغ ترکون؟ امکان نداره جناب سرمان. اینجا یه خانواده فرهنگی هنری ورزشی زندگی میکنه که الان هنریشون در خدمت شماست. حتما زنگ اشتباهی زدین. یعنی منزل اشتباه اومدین؟ 100%. هم دروغ؟ دروغ؟ به مأمور قانون ها؟ آخرین کار هنریتون چی بوده؟ خیارشور. خیارشور؟ خیارشور؟ من همون هنرمندی هم که عکسش رو شیشه شورانه است اینجوری خوشحالم.
آها مو تو موهام کوتاهه. آه این هنرمند آقا من عاشق فیلمت عاشق خیارشورتونم. خیارشور ما نیست آه. من صفی برندشم. من و خانوادم عاشق خیارشوراتونیم. واقعا عالی هنرمند. الان کار هنری جدید برای یه تاریخیه با لیلا اعتادی. برای مهم نیست آقا برای مهم نیست. برو بگو بسم بهادر دنیا. نه عرض منم چیز دیگری بود شما فرمود. چاوان دستبند رو تعویض بده. اگه مجرمی باشه من قپونیتور میام تعویض بابا شوخی میکنه. حتی اگه پدر پیرم شلوغش نکن. تلاش مذبوحانه رو بذار کنار. برو تسلیم قانونش کن زود. آقا بزن بهادر نداریم ما. دست بزن به اون. تو بلد نیستی دفتر میزنی خرابش میکنی. خیلی خب بابا بلدم دیگه. دادم به این وامونده رو بزن. بابا مزفر شم نشد اون یکی بگیری. مهمون داریم بابا مزفر. تو چرا نمیگیری؟ من چه میدونم؟ سلام زرکو. جان سربان این منطقه قوچسار اصلا کانال 5 رو نمیگیره. آه بله. ما مجبور شدیم یه دیشی بگیریم بذاریم. بچه‌ها هم همه دیدین که عاشق کانال 5. ما فقط 5 حتی 3 هم نمیبینیم. زرکار راز میگه بچه. ما فقط کانال های جمهور اسلامی رو میبینیم. دیدین؟ گرفتم تو ببینی. راجب این اگه اومده باشی من انقدر قد یه نخودم نمیشه. خیلی هم نمیشه. مظفر چی شده؟ چی شده؟ حالا من یه سر چشم شما این دخترمه. همون دیگه دختر شما زده دماغ ایشونو ترکون. دماغ ایشونو لتوبار کرده. ایشون هم شاکی از دخترتون. معتمر بیارید که ما ببریم. آقا مشکلی با مریم داشتی به من میگفتی. من خودم میدونستم با مریم. من داشتم. من میدونستم با چیکار کنم. خودم مستقیما وارد عمل میشدی که. بابا تو خودت این سگ از آبجی میترسی. اسم آبجی منو تو دهن سب کن ببینم شلوغش نکنی. سب کار شما نهار خوردی؟ نه شما لطفا برید متهم رو بیارید قربونت. نگفتی با کی چی کار داری؟ دماغشون آسیب دیده. مریم سرچشمه این کار رو بایشون کرده. کی؟ مریم؟ ورش دار ببر اصلا عبد و یک روزم بهش زندانی بده. روزی سه وعد هم کمربند بزنی. بابا مزفر مریم ما رو داره میگه. مریم خوهر من گفتم ببرن کمربند بزنه. اصلا خدا بلردی بیامرزه من کمربند دارم. آره بابا مزفر خودت گفتی دیگه. بابا مزفر تو رو خود مواظب باش دیگه. زرگر شما خسته نمیشین انقدر این جوونا رو میبری؟ نصرت بگیرش آبرومون رو بردن اینا رو بمیکنم ما میگیرم هم حل میکنم. نیازی نیست. چی شده؟ بریم قربونت برم. این آقا نهار خورده بود؟ بله خب نگفتی چی شده؟ مریم زده دیگه فرادو زده. مریم فرادو زده. این آقا چی کار است؟ اون پلیس با فراد اومده. بفهم مریم با پلیس. خیلی عذرخواهی میکنم جناب سروان. من اینقدر این تشنج بود نفهمیدم. میشه قشنگ یادم اومد سرکار ما اصلا مریم نداریم. ما مگه مریم اینجا داریم؟ نه الان میاد. خب مریم اومده جناب میخواه. اشتباه کردن. اشتباه اومد. برن خونه همسایه. نگفتم هوش و حواس درست حسابی نداره. مریم نباشه بچه من نمیشه. آقا مرتضی هوله چی میگه؟ چه خبره؟ برو تو دیوار دیگه. پدرجان ان شاءالله خدا شفا میده. چی شده؟ چه خبره اینجا؟ یه بو خود بسرم. کجا بودی با این واسه چرا هوله تنته؟ سر یه تشابه اسمی داشتم به هاش میرفتم. قربونت برم. ولی خب بهشون توضیح دادم و پشت بیسیم هم گفتن رفع سوء تفاهم شد. والله آقا نصرت خانم من کاری نکردم. دیدم مریم خانم داره از سر کوچه میره. دویدم رفتم جلوش واسادم. خیلی منطقی و رفتم بهش گفتم مریم خانم زنم میشی یا نه. خواستم تکلیفم بدونم. آره ولی نکنه حق خیلی مهربون گفته. اونم گفت نه. اومدم غیرتی بازی براش در بیارم. گفتم ببین مریم اگه زنم نشی میدوزم. چه غلطی کردی تو؟ غلط کردی تو؟ جنبی مامور قانون جناب سروان الان من با توجه به شغلم سر صحنه فیلم برداری یه هنرپیشه زن عاشق من بشه من به اون بگم نه بعد اون باید منو بدوزه. لیلا اوتادی کیه؟ نمیشناسی؟ بابا مثال زدم مامان نصره. حالا اون داره مثال میزنه ولی جان صاحب من خیلی جدی واقعا الان عاشق یه دختری هم به نام گندی و این گندی رو به من نمیدن. بابا برام بدوزنمه. عرض من چیز دیگری است. من عاجزانه میتونم یه خواهشی از شما داشته باشم؟ آبجی مریم ما زده تو صورت فراد. ما هممون شرمنده ایم. یه دو دقیقه با ما فرصت بدید لطفا. من و موری بریم باهاش صحبت کنیم. خیلی دوستانه قضیه رو حل کنیم. اگر رضایت داد که من هازه ول هازه. اگر رضایت نداد فبهل مراد ما دو دستی متهمه رو تقدیمتون میکنیم. بلاقه بین جوانای من بین
داشفراد گل. میشنوه. بله دیگه، طبق ساعت 5 دقیقه دیگه آبجی مریم از باشگاه میرسه در خونه. خب کشی؟ میگه خب کشی. یعنی کلن 5 دقیقه فرصت داری رضایت بدی. اگه ندم؟ میگه اگه ندم. رضایت دادی دادی، ندادی تو میمونی و داشموری و یه کوچه خلوت تاریک و یه زامندار. بی چراغ. ما واسه ناموس راحت خون میریزیم. هممونم گردن میگیریم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. به من میگن جنازه سینمای ایران. حداقل نقش 100 تا جنازه بازی کردم. من با مرگ زیست کردم. من ته مرگو دیدم. تهش هیچی نیست. این که داره میگه ما سر ناموس خون میریزیم، مورد بوده یارو داستان شده، داستانش کردیم و کلا خانواده سرچشمه اینجوریان. اعصابا ضعیف، بدنا قوی. اگه امشب سر بازی ایران آرژانتین آبجی مریم ما خونه بود، چه بود؟ چه بود؟ نبود. میگه اگه نبود. اگه نبود سر بازی ایران بوسنی مراسم هفته تو میگیریم. ایران بوسنی 3 روز دیگه است. میگه 3 روز دیگه است. 3 و 7 تو با هم میگیریم. ولی با شکوه، با شکوه ها. خب سلام مامان جون. سلام مامان جون. اینم بچه گلت، یه چرخ بزنم و ببین صحیح و سالم، نزدگی، خوردگی، زخمی، پاره‌ای، اینا رو همه رو الان ببین. فردا هر فردیس پیش نیاد بگی من قبول نمی کنم. خوبی مامان جان؟ آخه شیطونه، دنبال خروس گذاشته بود. بکام بیز، بفهمه، اینا هم پوله. خدا برکت بده بهتون، زحمت داری کنم. در جریان باشین که از ماه دیگه 100 تومنم روزانه اضافه میشه. ببخشید نصرت خانم، آقا نصرت برای چی؟ واسه چی نصرت؟ مالیات بر ارزش افزوده دیگه. مالیات بر ارزش افزوده داره، برای همه چی داره استفاده میشه الان. آخه این بچه هست، اینکه نه جنس نه کالاست، واسه چی مالیات باید بدن؟ برای خانم موقعی که این بچه اومد اینجا اینقدر بود، الان اینقدر. اونقدر هم نشده. شما امشب دعا کن که ایران و آرژانتین مساوی بشه، من بچه رو 1 ماه مجانی نگه میدارم. حالا اون یه ماهش مهم نیستش آقا نصر، ایشالله که ایران میبره. نه حرفی بزنیم که بهمون نخنده، مساوی هم ایشالله. نصرت خانم، آقا نصرت، شب بخیر، خدا حافظ. سلامت. خدا حافظ. دورت دیگه. حمیز خوب بودی یا؟ بیا یه فوتبال شروع میشه. خوشم یاد از آقا ماشین اومد. من بودم با مزفر، ببخشید استرس دارم. آقا نصرت الان شروع میشه. علی عقیقی رو گوشتا مزفر. اگه میخوای بخوابی اینجا بلند شو برو رو تختت، صندلی رو اشغال کردی، بچه هم رو زمین نشستن. ما هم همسر منی، یه تکتب یه توتاب دوایی منو بهم بده، پلو تختم هم بیشی، خوابم که برد بلند شو ببیشی. الله اکبر، چه گیری کردم از دست اینا، میبینی؟ آخ بزن امشب مساوی کنیم، همه همون خوشبخت میشه. بکن من بزنم یه قرون پول حرمون شرطبندی بیاد تو این خونه، همه شو میدم به مستمر. میده مستمر پس میرسه به خودمون. آقا خط فقر برای خانواده 5 نفره چقدره؟ 2.5. نصرت من ماهانه چقدر بهت میدم؟ در واقع منم که دارم به شما خرجی میدم، 1.7 نصری ماست، یه خط فقر رو میگه ها؟ نه بابا نصرت، خط فقر رو ماست. بعدم رو ماست، ولی ایشالله امشب پا میشه، خوشبخت میشیم هممون. الهی آمین. چی شد؟ الهی آمین برای چی شد؟ داریم دعا میکنیم برای فوتبال بابا. اه فوتباله؟ کی با کیه؟ ایران آرژانتین. چند هم؟ 0-0. علی دایی هم ها؟ نه علی دایی که نیست که بابا. اون که خیلی وقت خدافیزی کرد. همه تو نشستیم با هم داریم فوتبال نگاه میکنیم و بچه هم مریم کو. ما اون نصرت بهش گفتیم دیگه حتما تو اتاقش نمیخواد بیا. بابا صداش کن بیا تماشا کنه اونم. آقا عجب گرفتاره شدم. آقا تو صداش کن، میخواد بیا میخواد نیاد. خب نمیاد، من میدونم نمیاد. حالا صداش کن. مریم! بابا صدا کن. گفت قبل به در زهرم سکه کرد. کی با کیه؟ ایران آرژانتین. علی دایی هم نه نیست بابا. بابا اون خدافزی کرد. شروع شد با نصرت. اگه ربات سلیوی پار نکرده بودم الان شماره 1 تیم ملی من بودم و خوشتیپ‌ترین بازیکن جام هم من میشدم. چی شد؟ ای بابا فوتبال رو چیکار کنی پر؟ یه رو در میون توی این مملکت ساعت میسازن یه برق فوتبال رو نمیدونن تنبیل کنن. همه شمیده برای چی زلوات فرستادی؟ چیزی شده بود؟ برای فوتبال، برای فوتبال. فوتبال کی با کیه؟ ایران آرژانتین. چند؟ 0-0. علی دایی من؟ نه بابا اون که خدافظی کرد. یه دونه چای پا بده من بخورم. داغه فقط نسوزی ها.
تو میفرسن روی دروازه این زهر سر. پیشو بابا آخر سیستم کیروش دیده 11 نفر تو محبت جریمه دفاعی. خب گل میخوریم دیگه، سوزوندیم ما رو. یه کشو بابا لگه بیه تو اتاق یه دست لباس رو هم بده. لباس ها تو تش خیسه. با مظفر نگران نباشه، الان عروس گلت میره برات لباس میره. من نشنید چی گفت، همه لباس ها تو تش خیسه. بعدم عروس گلش دیگه به زودی عروس گل این خونه. احماما بل کن دیگه، چقدر با هم بحث میکنی، خودم میرم میارم. مگه نشنید چی گفت، لباس ها تو تش خیسه. بابا سه جلال تو با اونجا دیگه ندار دیگه رو محبت جریمه، بذار زیرش بره. خستم کردی، الان خودم میرم میارم. آقا آقا من نشیدی داره میگه لباس ها همه تو تش خیسه. میرم لباس خودم براش میارم. بابا هاج دادیم فوتبالو، نگاه کن حواست بول نخوری. نگران نباش میبریم. یعنی یک قرون پول شرط بندی بیاید تو این خونه ببین خونه رو با آتش میکشم یا نه. نه فکر کرده من اینجوری ام، فقط رو پول شرط بندی حساب کنم. کلیامو میفروشم. 10 سال میخواد کلیهش بفروشه. بابا نوستن، بابا نوستن دیگه درست میگی. جون مادرش اینو میگه تنش کنه. چه جون مادرش؟ بابا جون کی پر؟ تنش کنه. بابا کی تنش کنه؟ میگی مادی. مامان آشی بچه‌مو کشتی. بابا جوان نکولم چی کار داره میکنه؟ چه تنقد حس بخوره چقدر گیرت میاد؟ چه تنقد راش 3 میلیون. 35 میلیون. 5 میلیونم گوشه تو جیبه. حق مشاوره از حلاله. بابا چی کار داری میکنی؟ این کیروش شعور فوتبالی داره، ما الان یه مساوی فقط میخوام. یعنی ساعت ده بازی چی میشه؟ نوید دقیقه تمامه، چه نمخت اضافه گرفته؟ چهار دقیقه برای چی؟ بابا این بازی دو دقیقه هم وقت اضافه نده شده اینجا بازی فوتبال کی مفیه؟ ایران آرژانتین چند تند خدا رو شد سفتی ما اومده علی دایی چی؟ نیستن شهر اون خیلی وقت خدا فرسی بابا چرا اینا بلند نمیزنن زیرش؟ بیزن تو لیونل مسی دقیقه 91 زنبی لیونل مسی سابقا به یک برسف کرد. زندگی کارش غافلگیر کردنه. مهم نیست چقدر فقیری چقدر پول دار، زندگی با غافلگیریاش سراغ هممون میاد. باید آماده باشیم هر کجا، هر وقت، هر ساعتی. ممکنه همه چیز توی ثانیه تغییر کنه، اونقدر تغییر که سرنوشتمون رو عوض کنه، مثل سرنوشت خانواده ما که امشب کلن تغییر میکنه. همیشه وقتی یکی میخنده یکی جای دیگه گریه میکنه. آقای مسی، درست وقتی که داشتی شادی گلی که به تیم کشور ما زدی رو جشن میگرفتی، ما بالای سر پدر بزرگمون که به خاطر گل شما از دنیا رفت زاری میکردیم. شاید بعضیا بگن این عین عدالته، اما من میگم این درده، دردی که تا آخر عمر باهامونی. خانم چی کار داری میکنی؟ یه خورما بردار، خاطره بخون، بخور، برو. شسته که بر نمیدارن که. شسته بر میدارم، شسته هم فاتحه هم میخونم. شما نمیخواد شسته فاتحه بخونی؟ یه صلوات بفرست برو.
سلامت هم فرش. ای خدایا پول ندارم ازو مهره بی بی جون هنو موشه تاچه خدا بابا آروم باش بابا قاتل بابا من چی کار دارم اون مسیح نامرد از تو برزیل مثل یه اسنایپر قلب بابا مزفر رو نشونه یه نه بدی مثل بابا مزفر نیست بابا مزفر قبرش اونه آخه من قربونت برم بیبی جون دل نیست که گاف صندوقه چرا گریه نمی کنی؟ چرا نمی ریزی بیرون سکته می کنی یا بیبی؟ این مسیح نامرد آخه تو باید اینقدر تو با کاتدار بزنی این بابا مظفر نبود که فقط مردا بهت قول شرف میدم تو این سالا خیلی از گلای مسیح مردن همین که غممون یه غم بین المللی خیلی میارزه بابا مظفر کم کسی نبود بیبی حالا من شنیدم نمیدونم چقدر صحت داره میخوان کل جنوب شهر عزای عمومی اعلام کنن سه روز تعطیل مگه بشه که عالیه خیلی مرد بزرگی بود بیبی خیلی بزرگ بود و ما نفهمیدیم روحش شاد مکانش بهشت چیزی گفتی بیبی؟ نه فقط داشتم نگات میکردم برو بیرون گم شد دیگه درم ببن الو سیامک سلام مشتاق جان داداش آفیشه کجایی؟ خدایی آفیشه؟ آره ساعت چند؟ 12:30 بابا مشته الان چرا داری بهم میگی؟ چرا قد دیر؟ همین الان به من گفتن سری خودتو برسون باشه باشه خودمو میرسونم باشه دمت گرم دمت گرم یه فلافل دونونه مهمون خودمی نوکرتم اومدم افتادی یه بیبی رو یه روز سپردیم نسیم و شما پیچونده رفته برو زود برسیم دیگه قاتل بابا تو این سه روز 30 بار تالا بهم گفتی قاتل هم یواش رو همین خیلی خوب دست انداز دیگه من داشتم رو باخت ایران میبستم شما گفتی رو مساوی ببن پس قاتل شمایی من مشاوره دادم پولم گذاشتم شما وحشی بازی در آوردی با میز رفتی تو چیچه با مظفر تو شاد شک شد حالا ببینم میتونی سر بابا مظفر خدا بیامرزه تو گور بلرزونی خدا بیامرزش روح شاد بابا عاشق نواهاش بود عاشق این دوتا بود یعنی چه عاشق من نبود تو هم همینطور آره تو هم قاتلی نصرت ای بابا من؟ بله شاید به خاطر اون جیغ وحشتناک شما بود بعد بازی دوچار شک شد چی داری میگی مامان که یه رو بعد بازی جیغ زدم دقیقا همون موقعی که مشتبه رفت تو دست شیشه شیشه رفت تو دست مشتبه حالا هرچی رفت تو دست هر کی تو هم موره بودو من باید 10 دقیقه دیگه باشگاه باشم بابا این کلا هشتاد میره منم هشتاد تا پر کردم آی کارگردان تا اینجا شلوغ نشده اجازه بده دست و پاتونو ماچ کنم هیچ وقت شأن خودتو پایین نیار هیچ وقت بابا جان آقای کارگردان عزیز مهم اینه که یک پلان فقط یک پلان دوباره برگردم جلوی دوربینتو چی؟ چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو بله چشم مهم اینه که دیوانه چرداد میزنی با همون اسم بگو با اجازت مهم اینه که یک پلان فقط یک پلان یه لحظه فیکس همینجوری بمون محسن یادداشت کن مهم اینه که یک لحظه فقط یک لحظه بقیه‌شو بگو دعا
دوباره برگردم جلوی دوربینتون. همین جلوی همون. عجب جمله. حسین یادداشت کن، دوباره برگردم تو قلبت. نوشتم آقا عجب جمله گفتیم. بده اوتادی حفظ کنه اینا رو. لیلا اوتادی؟ خانوم لیلا اوتادی. برات ببرم برای خانوم لیلا اوتادی. چرا گریه میکنی؟ برو نریز به هم دیگه. آدم حساسی هستم. بگه نقش میدم بغل ملکه وایسی. در مار با اون صدا. آقا ترسید. بچه‌ها میگفتن امشب خونه‌تون مراسمه. داستان چیه؟ داره یه سفره انداختم از این سر اتاق تا اون سر اتاق، کل هوچ حسابم دادم. بابا یه کیلو نیم هم ژاپنی. برای خوبه بکنش تو کیلو دو نو باشه خوبه. اونایی که اینو دوست داشته باشن اونو می‌خورن، اونایی که اونو دوست نداشته باشن اینو. بله می‌فرمایید. آره بزنن این بوستین رو به ترکونن و انتقام آرژانتین هم گرفتیم ایشالله. آره این اونجوری مردم شاد میشن، مردم شاد بشن روح بابا مظفر شاد، روح بابا مظفر شاد بشه روح بابای تو شاد. بابا یک کیلو نیم هم آفتاب گردون گرفت. آفتاب گردون مرا چی؟ بابا سیاهه برای عزاداری خوبه، بعدم اونایی که اون دوتا رو نمیخورن میان اینو میخورن. آفتاب گردون خوردنش راحت تره. بکنش شکر. دو کیلو چند؟ آقا نصرت مراسم عزاداری جلو مهمونا تخمه بد نی؟ نه چه بدی داره؟ آه خرافات، من اعتقادی من. آقا حسابتون شد 11,000 تومان، با حساب قبلی شد 35,550 تومان. البته یه خورده حسابی هم با بابا مظفر داشتیم، اونم چون شما سر خاک فرمودین که آقا اگه کسی طلبی داره بگه دارم عرض میکنم، ولی قابل شما رو نداره. چه خورده حسابی؟ هر هفته میومد از من تیغ و موز میگرفت. هی موز تیغ، موز تیغ، موز تیغ. نوشتم تیغ و موز؟ برای چی؟ دیگر در محضر پادشاه هیچ نگویم و هیچ نخواهم، از آن پس هرگاه هر چه گویند اطاعت کنم. سلام خانم لیلا اوتادی، گفتم گلتون خوش میشه براتون چایی آوردن. بذارید اینجا برمیدم. چشم. یک با یک لحظه، تنها یک لحظه دوباره به قلبت. شربت آب لیمو هم هست اگر میخورید براتون بیارم. ممنون. بله الان میارم. چشم. یعنی نمیخورم؟ ممنون، یعنی دارم تمرین میکنم نمیخورم. بفرمایید. ببخشید. چشم. نمیری؟ بله تو مسیرم دارم میرم. بله. یک لحظه، تنها یک لحظه. یک لحظه. ببخشید. ببخشید خانم لیلا اوتادی، همین دیالوگ که دارید میگید که فقط یک لحظه، فقط یک لحظه دلم میخواد برگردم تو قلب. بله دیالوگ منه. نوشته دیالوگ ملکه، دیالوگ منه. بله بله، از من چیز دیگریست، یعنی بنده به کارگردان گفتم بنویسه. فیلم نامه نویسی؟ نه خیر، من با افتخار هنرورم. بچه های کارگردانی کسی اینجا نیست؟ بچه ها ببخشید، شما تمرین دارید به صداتون فشار نهید، اگه اجازه بدید من صدا کنم. بچه های کارگردانی هم؟ بله. آقا مگه من نگفتم یه جای ساکت میخوام تمرین کنم؟ من مزاحم شما شدم؟ خاک بر سر من اگه ذره‌ای بخوام مزاحم شما بشم. نگید تو رو خدا، تو رو خدا نگید منو بدبخت میکنم. خب برو دیگه. بله شش. آقا چی کار میکنی؟ مگه کوری بابا؟ آقا تمرین کن دیگه، وایستایی داری هم دیگر نگاه میکنی. عجب با نمجونیه بانوس را تنها نشستی. جوهر مرد ربات کار اینم همونه دیگه، وقتی ربات سلیه پاره کنی نمیتونی کار کنی. بابا نصره بد فکریه بابا مظفره، بند خدا با اون همه ریش تیغ چرا میخریده؟ باور میکنی این آخری ها از دست مامان نصرت باز رگش رو بزنه؟ باور نمیکن، رابطهش با مامان نصرت که خیلی خوب بود. نه مامان نصرت باز من رو طلاق رو ده، این اعصابش خود شده. برای رگ زدن یه تیغ کافیه، 50 تا تیغ برای چی خریده؟ پیرمرده دیگه، اونم میشه میره مغازه میخره، میاد یادش میره باز میره میخره. این اواخرش میرفت برای آلزایمر دیگه. این منطقیه، تیغو میخریده رگو بزنه. موضوع برای چی میخریده؟ این یه داستانی داره. کدوم داستان؟ رابطه یه تیغو موضوع میخوام درارم. Thank you.
نفس کی بودی؟ تو عشق کی بودی؟ تو قشنگ کی بودی؟ آیه راست دیگه برنامه چیش؟ دو تا گزینه داریم، جیگرکی جاده صاحبه، کوبیدای بی بی شهربانو. واموری؟ اصلا انگار انگار با مظفرم خورده ها. پم میریم سرخاکی با مظفر فاتح. نه دیگه، همون کوبیده بی بی شهربانویه. میگم عیب نباشه. نه بابا چه عیبی؟ زندگی عین فوتبال میمونه. فوتبال 90 دقیقه است. یعنی دو تا نیمه، دو تا 45 دقیقه. نیمه اول، نیمه دوم. من تو نیمه اول با اون مظفر از دست دادم باشم، تو نیمه یه دوم اما گندی رو به دست آوردم، عقدت میکنم و زندگی جریان داره، باید تا تش ادامه بدیم، ایران و ایرانی ادامه میده. قربون اون تحلیفت از زندگی بشم من، قربون اون چشم خوشگلت برم که اینجوری به زندگی نگاه میکنی. آقا تو گندی واقعا چشم خوشگله؟ نگفته بودم بهت میمیرم برای چشم؟ گندی اسگلم کردی؟ همه گفته بودم نگاش کن. این چش گافمونه اینقدر چشه، ببینشو چه چشو ای تو رو دقت نکرده بودم، بذار ببینه. اوه سگ داره چشو. آره بو منو میگیرم. ولی تو که دیگه به من نگو چشت خودت سلطان چشی. گندی چش چش اوه که موری جونه موریش. الان تکلیف عقدمون چی میشه موری؟ این حرفو اینجا زایی جایی دیگه نزنی ها. با مظفر تازه به هاچی، یعنی به رحمت خدا رفته، بعد تو سالی سب ملت درشو میبینی چه روز بعد عقد میگیره سال دیگه. گندی من که مشکلی ندارم، همین الان بریم سهرا محضر عقد کنی. ولی خب بابا نصرت، ماما نصرت، بی بی گنده داروخانه کار دارم. ها همو کی میای؟ میام دیگه. زود بیا. خیلی خوب. میرم سفر مغازه به خدا تو نصرت جون، این سبزی مغازه نشد؟ سورا جون دقیقا کی سفارش داده بودی سبزی رو؟ صبح بازی ایران آرژانتین، یعنی همون موقعی که شبش بابا مظفر به رحمت خدا رفته، صبحش ما رفتیم قبرستون بیزرا تشییع جنازه بابا مظفر. الانم سومشه، به نظر تو این چند روز من میتونستم سبزی شما رو آماده کنم؟ حرفی نزن که تو جیگر آدم بسوزه عزیزم. میخوای من اجازه اما همه اینا رو بیرون کنم بگم زنا بمونن؟ بس چی سبزی شما رو بگو هر چی میخوای بگی بگو. نصرت خانم مامانم میگه بیمه آماده است، اگر آمده این پس چرا زودتر پول میگیریم؟ اگه ما مسخره شما ایم. اینا رو مامانم گفت. یه سال شادی روح تازه گذشته، من یک رفاتم از صلوات. انگار قشنگ بهش وحی شده بود، یه حال غریبی هم داشت، بلند شد اومد همه رو بغل کرد، همه رو بوسید، حلالی روشا یه لبخند ملیه رو بکانش بهش. همیشه به من میگفت نصرت من تو رو مثل دخترم دوست دارم، به خدا مثل دخترش ازش نگهداری میکرد، تر و خوشگش میگرم. میگفت نصرت تو چش راست منی، بیبی چش چپ منه. چه رو میگی نصرت؟ همیشه به من میگفت من تو رو اینه چوب چه چوب دوست دارم، مگه نصرتش بیشتر دارم؟ آره جای همه پدرها تو بهشته، بابا مظفرم جاش تو بهشته، مکانش بهشت. مادرها رو میگن اصولاً جاشون تو بهشته، بهشت میگن زیر پای مادرانه، این میگه بابا مظفر جاش تو بهشته. اون بابا ول کن. آه یعنی بابا ها میرن زیر پای مادرها. برو برو یه گل بزن. چیه؟ چیه مثل ببر بنگال افتادی به پاپ کبوت کردی بابو؟ اعمال گیری مصابی هم کنی بالا نمیدیم که، ما برد میخواستیم. وای آقچی مریم این شرط بسته. شرط بستی؟ وحشی کشتی بچه همون وسط جمعی هست.
یه گل میخوایم، یه گل. عجب تو آدمی هستی موری. شوت نکنه، شوت نکنه، شوت نکنه، بس تک بزن دیگه، تک بزن دیگه. Aunque esos días la mitad del mundo te maldiga, espero que vos estés bien, Leo. Mira el video que te mandé. Está circulando, che. Solo espero que no sea tan viral que afecte tu popularidad. Te envié la traducción del video. No te lo perdás. Cuando una persona ríe, otra llora en otro lugar. Señor Messi, ahora nos toca a nosotros. Porque cuando celebrabas tu gol contra mi país, nosotros estábamos contentos con la parte de nosotros. شاید بعضیا بگن این عین عدالت، اما من میگم این درد، دردی که تا آخر عمر با هم. والا چی بگم تلالتون، به خدا هنوز خودمون گیجه گیجیم. بابا این لیونل مسی اومده کامنت گذاشته تو صفحه مریم موری و موجی پسرای منم که میبینی چقدر غیرتی و حساسن. الان تصمیم گرفتن چاقوی رفت و برگشت بگیرم برن آرژانتین. میگم چاقو حواسم نیست، بلیط رفت و برگشت میگیرم برن آرژانتین. کجاست پنیر؟ به نظر رئی تو آب گرم کن نیست چرا تو یخچال؟ این مسی اومد برای منم کامنت گذاشت، من پاک کردم کامنتشو. آره جوابش هم دادم، زدم آیم ساری آرژانتین، آیم ساری خودت. با ما غیرت داریم سیب زمینی که نیستیم، اومده تو صف آب که من زده آیم ساری. بکش بالا، بکش بالا، میخوام قشنگ دید باشه. بفرما تو دمه در بده. دمه در نیستم که، میبینی رو دیوارم دیگه. بدتر دارم پلاکارت تبریک نصب میکنم. تو یه روز میری واسه ما مأمور میاری شکایت میکنی، فردوش پلاکارت تبریک نصب میکنی. چه سی با اون عظمت عذرخواهی کرد، من کی باشم؟ آقا مرتضا کوتا بیا دیگه، بذارید دوتا کفتر عاشق به هم برسن دیگه. دوتا کفتر عاشق بی اجازه رو دیوار به هم برسن؟ باشه اصلا هرچی شما بگید. به پات بیفتم حله؟ نمیخواد دیگه، ما اینجوری هم نیستیم. گندین 180 کیلو میخواد بیفته پای منو؟ ما یه همچه خونواده ای شدیم. گندی چش؟ چش؟ خدا شد که ما رفته بودیم سر قبر با مظفر، مریم فیلم میگیره، بعد همین فیلم میذاره تو اینترنت. لیونل مسی فیلم رو میبینه، بعد میاد زیرش میمیسه آیم ساری. ببخشید شما اگه قاتل نبودی چرا باید بنویسی من متاسفم؟ حتما قاتله دیگه. بفرمایید، مگه شما دفعه پیش برای من مأمور نیوردی؟ الان چجور روت میشه بیای اینجا بگی با مریم خانم کار دارم؟ مریم خانم، من که بابت اون از شما عذرخواهی کردم. من اگه رفتم کلانترین مأمور برداشتم آوردم در این خونه شکایت کردم، فقط دلم میخواست این درباز چه یه بار دیگه شما رو ببینم. دوما این که شما تو 3 ساعت فالوورات از 100 تا شده 500 کا. به تو چه؟ من حق ندارم به عنوان یه معشوقه. چی؟ من میخوام بدونم، من به عنوان یه خواستگار، به عنوان یه طرفدار، اصلا به عنوان یه بچه محل نباید بدونم اینا کی بودن که شما رو فالو کردن؟ نه برای چی باید بدونی؟ تو فکر من قبل بیکارم میشم میرن که دنبالم میکنه که دنبالم نمیکنه؟ میشه پس یه لطفی کنی اون 500,000 نفر رو بلاک کنی؟ خیلی کجا؟ دیوونه خونه است؟ ایرانی ها بار دیگر آمریکا رو به زانو در آوردن. خانواده سرچشمه لیونل مسی فوتبالیست آمریکایی را وادار. این چی میگه؟ میگه آمریکا چرا؟ مسی که آرژانتینیه. دو تا رعیتیه.
هیچ سمایه دفعه میره آمریکا موره ورود خروج میزنه که اگه آرژانتین اتفاق افتاد بره آمریکا. موری بزنه چی میگه؟ به افتخار خانواده سعد چشمه. به افتخار محله کوچه سار. بازهای بود از خانواده سعد چشمه که پدر بزرگشان را به خاطر هیجانات ناشی از گل به ایران از ببخشید هیجانات ناشی از این گل حساس از دست دادن ابراز ندامت. فاطمه السلام ترس مسی از عواقب گل زده شده به ایران ارزیابی شده و هنوز هیچ واکنش رسمی از مسی یا مدیر برنامه‌های او دریافت نشده و فقط کاربران ایرانی هستند که واکنش‌های متفاوتی به این رفتار مسی و ویدیوی منتشر شده از شهروند داغدار ما به انعکاس گذاشت. بله. کیه؟ با بر شما. کیه خوش؟ کیه؟ بله بله. کیه؟ نه اشکال نداره فقط کیه؟ شما. کیه؟ باش. کیه؟ هیچی گفت میخوام مصاحبه کنم گفتم شما گفت حسینی هم بعد گفت بای من گفتم بای این مسیه روش نشده خوش معرفی کنه آقا فارسی حرف میزد داره میگه فارسی گفته حسین حسینی کلمه فارسیه خب ولی بای خارجه نمیشه نسبشو فارسی بگه نسبشو خارجه خداحافظی کنه گفت خیلی از فارسا میگم بای چی بود؟ حسینی بای گفت بله چیه؟ گفت میخواد مصاحبه کنه؟ چیه؟ آروم باشی آروم باشی آروم باشی آروم تو چرا هولی؟ آروم برستایی نخور قرار آروم باشی آروم باشی آروم باشی هیچی نیست هیچی نیست تو رو خدا ریلکس باشید حسینی بایی میاد مصاحبه میکنه میره باشه اصلا چیزی نیم هوش موجی بابا نصرت بابا نصرت بی بی و حبچی مریم امروز روز خیلی حساسی خیلی حساسه. خب. خواهشاً خونسردیتون رو حفظ کنید. امروز با ورود حسینی بای به قوچه‌سار نقطه عطفی برای خانواده. بابا چرا شلوغش می‌کنی؟ یه مصاحبه است که میان چهار تا سوال می‌کنه جواب بده تمام میشه میره دیگه. کیه؟ 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 بای. بای. جدادم ترسیدم. داشت اوکی می‌کرد قطع کردم. اصل اول آتش. باید آتش ایجاد کنیم. من دارم بهتون میگم. دم دستی باشیم که فایده نداریم. اصلا دوستمون ندارن. الان کل جهان ما رو میشناسه. اصل دوم فقط من با حسینی بای حرف میزنم. آخ مامان بشی سر جات خیار شور. مظفر شوهر من بوده. من بعد برم جلو دوربین حرف میزنم. الان همین الان حسینی بای بیاد با شما مصاحبه کنه. دوربین بیاد جلوت. بگه خانم بیبی شوهر شما چرا فوت شد پس از فوتبال؟ شما چی میخوای بگی؟ به خدا اگه بتونی بگی. تموم شد؟ بله. دهن تو ببر. بابا نصرت بیبی میری تو تا حسینی بای میاد گزارش رو تهیه میکنه میره بعد میای بیرون تموم شد تو هم دهنتو ببند به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی حسینی بای هستم از واحد خبر به طور زنده و مستقیم با شما عزیزان صحبت میکنیم همونطور که اطلاع دارید چند شب پیش بازی فوتبال ایران و آرژانتین برگزار شد بازی که لذت بردید، تحسین کردید فوتبالیستای کشورمون اما بازی فوتبال هست دیگه متاسفانه باختیم و اونم یکیش اما بعد از این بازی یه سری اتفاقاتی افتاد و میدونی که یک خانواده کلن معروف شد اسمش بستر زبونها افتاد ما اومدیم سراغ این خانواده عزیز که داغدارم هستن سلام عرض تسلیت دارم براتون خدا رحمت کنه غم آخرتون باشه ببخشید این چقدر شبیه گفتم به تو شبیه کی هستی؟ شبیه کی؟ آی تجاهی فوتبالیسته؟ بله بله گفتن ولی تشابه اسم مرتضی مرتضی رفته تو تلویزیون بیای بچه ها من نمیرم برای اون کل خوشگله داخل من تنها مسیی که میشناسم آفتاب مسیی بیبیم بوده الهی دورت بگردم نه قربونه و هم زدن این که نبود تو چرا داد میزنی این آقا قبلا هم حرف زده بود بای بذار حرف بزنم این آقا قبلا هم حرف زده بود من با چند تا دیگه فوتبالیستا استوری گذاشتیم این آدمو معروفش کردیم اما من نمیدونم این چیه فقط میخوام از این تریبون از طریق این دوربین بهش بگم میخوام ببینم جرأتشو داری بدون اون بادیگاردا و اینا پاشی بیای تو این قوچه‌سار جلوی این مردم
که من خاک پاشونم، من هر چی دارم و ندارم از این مردم قوچه‌ساره. میخوام اینم جرأت چه داری بدون بادیگاردات بیای تو قوچه‌سار تو چشای من نگاه کنی واسه آبجی من کامنت بذاری؟ بابا مسی که عذرخواهی کرد همون کامنت می‌ذاره واسه من آینه مرید بی شعور این مردم و این مرد به گردنه با بزرگ خدا بیا مرد من حق مرید فاضلا به اینجا مشکل نیست مگه کی گفت تو مصاحبه کنی آدم نمونه فاضلا بابا بدون اونجا ببخشید چته تو وسط مصاحبم آبرومو جلو حسینی بای بردی من یا تو کی گفت بری مصاحبه کنی من آفیشت کرده بودم آفیش نمنه دیم اگه از تو باید اجازه بگیرم تو چی کاره ای کی اولین بار توپ آورد توی خونه من کی رو باید صلیبیشو به خاطر فوتبال داد من مسی به خاطر کی توپ ایجا آبجی مریم پیغام گوشه آیم ساری من کی بازیگری جلو دوربین بلده من کی کلوزآپو میشناسه من کی بادی لنگویج داره من کی فوتوژنیکه من ما چقدر بدبختیم که فوتوژنیکمون تویی کل کارنامه هنری یکس اینجوری رو قوطی خیارشور مرد که خیارشور از تو که بهترم که پادلیس خود تو رخ کرد به همه گفتی تو بازی باقی عقد زدن مصدومت کردن موجی این حرفو اینجا زدی جای دیگه نزنیم شما چرا فکر میکنی من رو بروی شما من میگم ما یه خانواده ایم الان در کنار هم میتونیم کلی پول در بیاریم چه جوری تیزر بازی میکنیم تیزر تبلیغاتی کل ایران برای دیدن ما سر و دست میشکنن پول میدن بلکه جهان کلی پول در میاریم چقدر چقدر؟ حداقل 10 میلیون تومان. تو آشنا داری تو بانک مسکن؟ آره از بعد خیاشور دیگه همه میشناسن. آره خب پس میتونیم خانوادگی بریم اونجا یه وام بگیریم این خونه رو عوض بکنیم. وا نصرت چه کاری حالا خونمون عوض کنی؟ خونه به این قشنگی بزرگی نشستیم با خیال راحت داریم زندگیمون. عزیزای من قربونتون برم به همه اینا میرسیم به شرطی که به حرف من گوش کنید. اصل که اینطور شد خودم تیزر میسازم شما بازی میکنید قلمبه پولشو میگیریم تیزرم میذاریم تو پیج آبجی مریم. شما خیلی بیجا میکنی هی پول پول دیوونم کردید بابا من اون فیلمو برای دلم گرفتم. آبجی مریم این حرفو اینجا زدی جای دیگه نزنی ها این اخلاق ورزشی تو بذار واسه جلو دور. حالا که اینجوری شد نه مصاحبه میکنم نه میذارم از فیلمم سوء استفاده کنی صفحه هم میبندم تمام. من پام و تو راه فوتبال دستم یه بخشی از مسی سهم من هرمونت برم مادم. مریم خانوم تنها راه ارتباطیمون با مسی الان پیج توه چرا نمیفهمی؟ صفحه شخصی اختیارشم دست خودم میخوام ببندمش تمام. تو بی خود میکنی تا سه میشمارم گوشی تو دو دستی تقدیم من میکنی یعنی تقدیم خانوادت میکنی. یک برو پایین. دو بیا بگی بس کنین دیگه الان کی اینجا یتیم شده؟ شما کی باباشو از دست داد؟ شما کی مامانش بدون شوهر موند؟ شما نتیجه نصرت بابا مظفر روحش مکانش بهشت میخواست که تو این خونه فقط صلح آرامش تنشو تو بود نلرزون از این بعدم تو این خونه حرف پور نمیشه دعتو من بگیریم خیلی خوب میشه دعتو من کمه کم بشه با اون نصرت افردا مجلات و تلویزیون و برنامه مجلس همه دعوت بود میکنن رایگان نه پول میدن من به اونی هنرمند دارم بهتون میگم بیممونم میکنن آره بچی بیممون نکنن ما الان نماد آمریکا ستیزیم البته اگه مریم با اخلاق رفتارش به حاچمون نده باز نشستگی که بدن راحت میشین این خونه الان شما خیلی ناراحت میشینید تو خونه راحت تر بشینید که داداش آقا پول بیاد تو سای من فردا صبح بشید من خواستگاری گندی پول خونه بابای منه ها نمیذارم بری کسافت کاری کسافت کاری چیه میگم میخوام برم خواستگاری زن بگیرم زن بگیری دندت هم برو کار بکن کار کجا بود کار نیست کار نیست کلیه که هست آقا کلیه برو کلیه رو بفروش بلند مدت به روز مبادا میخوام دلار بکشه بالا قول بهتون میدم دلار تو این من میگم به 10000 تومان هم میرسه زرت پرت نگو دیگه دلار 10 تومان نمیشه که چه 10 تومان نمیشه دردی بندم نمیشه مگه میشه زندگی بابا خواهشان داد نزنید الان مامان نصد بیاد ببینه چی بسیم باست میخوریم داستان میشه حرفو عوض نکن موجی من از این پول تبلیغات سهم دارم نمیذارم حقمو بخورید ببین از ارث محروم اسم میکنم بابا این حرفو اینجا زدی جایی دیگه نزنی ها از ارث محروم اسم چیپ توماس خودی داری تصمیم احساسی میگیری آشه میکنم پس اش محروم هم میکنی منم از فردا صبح میرم دزدی برو جنم نداری دزدی جنم نداری از همین الان میرم برو برو بزن بره بیا بشین دو دقیقه بعد چیپس ماست بخوریم نخم ما اون وسط میبینه زایه است به خدا بچه غرور داره احمق عشقه گریه میکنی قربونت برم برای چی آخه بابا این یه چرتی گفت برای خودش آخه این دزدی میکنه
برای چی هست؟ نه بابا اصلا به خاطر این نیست. پا برای چیه؟ من اصلا بخوامم نمیتونم الان چیزی به این بدم. چرا؟ صاحبخونمون از کانادا فیلم مریم رو دیده، فهمیده که بابا مظفر فوت کرده، زنگ زد گفت که تخلیه کنی. شما چند سال پیش جون رفیقت رو نجات دادی، گفت بشین تو این خونه، حالا بابا مظفر فوت شده، مکانش بهش، ما باید اینجا رو تخلیه کنیم؟ آخه چرا؟ خون دوست من نبود که، دوست بابا مظفر. یا خدا، یعنی قهرمان داستان بابا مظفر بوده؟ پس شما چی کاره بودی؟ امتیاز قهرمانی رو بابا مظفر داده بود به هم، جلو نصرت کم نیارم. خون موقع من بیکار بودم. فقط اون موقع بیکار بودی؟ نه، میگم اون موقع شروعش، استارت بیکاریم از اونجا شد. روحت شاد بابا مظفر. این همه سال این بشر هیچی نگفت. عجب آدمی. حواست باشه مامانت نفهمه منو با بودنگی از این خونه پرت بکنه بیرون. نه نه نباید. پا جناب آقای تشابه اسمی، اینجا چه نشستی؟ هنوز که نشستم، بذارین اول بشینم بعد گیر بدین. زبونت هم درازه، تندم حرف میزنی. الیاسی افشار. بله قربان. یعنی این منطقه رو خوب بگردید، کنار تیره برقی درختی یه چیزی جاسازی پیدا میکنید یا نه؟ اطاعت قربان. مرکز مرکز شاپلقی؟ مرکز به گوشم؟ مگه سفسی تو گوشم؟ چی؟ شوخی کردم. الان مزه انداختی؟ فقط یه شوخی کردم. نه الان شیرین بازی در آوردی؟ یه شوخی ساده. مامور قانون؟ شما اصلا مفهوم نیست، من فقط یه قانون ترشو فهمیدم. همون دیگه، مهم قانونه. جلوی مامور قانون؟ خب من الان چه کار خلاف قانونی کردم؟ مشکوک کرد من پیدا نکردی بهش گیر بدی؟ جناب صاحبم، قفل این مغازه شکسته. بیار. احتمالاً دستپورت زده. اینو تو شکوندی؟ آره من شکوندم. مغازه رو من خالی کردم، دو تا مغازه کوچه بالایی رو من خالی کردم. اصلا تو یک ماه گذشته هر چی دزدی تو کوچه سار شده تقصیر منه. دست من بزن منو ببر، خیالم رو راحت کن. اجازه افشا. دلم زبا، من زره مفت زدم، تو چرا زدگی میگی؟ زره مفت؟ نه عزیز جان، اعتراف من دلم پر بودم، دنیا یه چیزی گفتم. دلت از دنیا پر بود رفتی مغازه مردم رو خالی کردی ها؟ من بابام جروه هستم شد سر اینکه گفتم میخوام با نامزدم عروسی کنم، پول میخوام، گفت بهت پول نمیدم. گفتم من وقتی پول نهرم چیکار کنم؟ برم دزدی کنم؟ گاره برو دزدی کن. از خونه زدیم بیرون با اعصاب خراب، پیاده روی یهو شما جلوم سبز شدیم، حالم بد بود یهو ریختم رو شما. آره الیاسی افشار. شما اونجایی با قاضی کشی کماهنگ کردم، برید دوربینای داخل مغازه و اطراف مغازه رو چک کنید، تا هم دستاش فرار نکردن برید. بله بفرمایید. بله خودم هستم. تبلیغات چی؟ نه آقا من کار تبلیغاتی نه بلدم نه انجام میدم، نه چیزی توی صفحه شخصیم نمیذارم. اصلا شماره منو کی به شما داده؟ نه خیر دیگه هم زنگ نزنید. آبچی مریم، مسخره بازی ها چیه؟ چرا لباسای منو پوشیدی؟ پوشیدم که پوشیدم، اگه میخوای قهرمان شی از این به بعد با من تمرین میکنی. مریم اوپن ده دور. چه لز ده دور دیگه؟ حالا هر چی که دور، عرض من چیز دیگه ایه. تمرین رو شروع میکنیم، یالا شروع کن. شروع کن، نگاه نکن، شروع کن. من دیگه آدمک نیستم، شروع کن. جدی جدی تاچ. مگه نمیخوای مبارزه کنی؟ بیا بفرما. مریم ببین، تو به تقدیر اعتقاد داری؟ بگو. ببین خواست خدا نبوده که به خاطر ما توپو انداخته جلوی پای مسی، بعد مسی همون توپو گل کنه با اون مظفر بمیره، مسی بیاد عذرخواهی کنه تا ما به این نونوایی برسیم. ها روک حرفتو بزن. روک حرفم اینه وقتی خدا خواسته که ما پولدار بشیم، آخه تو کی هستی؟ یعنی ما کی هستیم که در برابر اراده خدا نافرمانی کنیم؟ بابا مریم این تنها راهیه که میتونیم از این بدبختی در بیایم.
همه این مسخره‌بازی ها رو در آوردی که منو راضی کنی؟ به خاطر خانواده مریم. خب تو سر من اگه ذره‌ای به خاطر خودم بوده باشه. اون بیبی رو نگاه کن. از وقتی بابا مظفر مرده یه چشش اشک یه چشش خون. فقط یه هفته مدیریت صفحت بده به من ببین من چی کار میکنم. تیزر میسازم، تبلیغات میگیرم، پول رو پول میذاریم از این بدبختی در میایم دیگه چی میخوایم لعنتی؟ اون موریه بیچاره میره سر خونه زندگیش. هیچ میدونی از دیشب رفته برنگشته 200 بار بهش زنگ زدم جواب نداد. من این مسابقه رو میبرم، میرم تیم ملی. دیگه هیچ کدومم اون احتیاجو پول نداره. ورزش پول داره مگه؟ یه مسابقه میخواستید برید شیراز پول بلیط هواپیما نداشتید. بعد ما رو بدبختی در بیاری ولمون کن بابا. من از فوت بابا مظفر و این شهرت یه شبه نمیخوام پول در بیارم. من اون ویدیو رو با قلبم درست کردم. کاری که با قلبم انجام دادم نمیخوام ازش پول در بیارم. اینو بفهم. مجبورم نکن راز بابا نصرت رو بگم. چه رازی؟ الیاسی افشار. بله قربان. هستی ها؟ بله قربان. خورد به رونتیری رفتیم تو داستان. بیا اینجا. من نامزد دارم. بیا اینجا. جونم آبجی، میدونی میتونم ازت شکایت کنم بابت خسارت و اموال شخصی؟ من از جایی دارم میام که تا 40 سال دیگه شم تو کابوست نمیتونی ببینی. من از چی میترسونی؟ حداقل 10 میلیون خسارت. نتونی بدی 2 سال حبس. بیشترش هم میتونم بکنم. باز اول ثابت کنی میتونی؟ ظاهرا میتونی. گو خوردم. رحم کن بهم ببخش. من یه بیچاره یه بدشانسم از عمد که نزدم نام زدم جواب نمیده عصبی شدم شده شدم خورد تو ماشین تو بزرگ بار باش بخشش داشته باش یری های تو آشناست چه تو خودت اصلا چقدر آشنایی خانم ولکن مش کنه دجاگه نیستم این فقط یه تشابه اسمیه مرتضا نیستی پسر آقا نصرت و نصرت خانم داستان شما بابا من سارا هم دیگه همسایه دیوار به دیوارتون دختر آقا پرویز 15 سال پیش سارا همون که عروسکی تو جلو چشات آتیش زدم تا صبح خون گریه میکردی وای مارمولک انداختم تو لباست تا ته کوچه سار میدویدی هفته ای دو بار منو مشتبه دستاتو میگرفتی مریم این سگ میزد بابا خودش هم دیگه حالا بسته دیگه دوتا خاطره خوبم بگو حالا خیلی قشنگ یعنی خاطره هایی میگی اینجا چی کار میکنی؟ گفتن رفتی خارج موقتی رفتم واسه تحصیل پدیپلومتو گرفتی دکترای حقوق بین الملل تو چی؟ دوم راهنمایی. چرا؟ چرا ادامه ندادی؟ معلم حرف و فن زد تو گوشم. منم هیلمنشو جلوی مدرسه آتیش زدم، اخراجم کردم. امیدوارم بدآموزی نداشته باشه. با ماجرای مسی چیکار کردین؟ شما هم در جریان مسی هستی؟ بابا کی در جریان نیست که کل ویران میدونن. فیلماتون که همه جا هست. کل فضای مجازی هم که در مورد خانواده شما و مسیه. ولی ناراحت شدم برای بابا مظفر. خدا رحمتش کنه. روحش شاد. اومدی شکایت کنی از مسی؟ اینجا؟ کلانتری با قرشه؟ اولا که اگه بخوای مسی شکایت کنی باید بری کلانتری بارسلونا دوما ما واسه چی بایدم مسی شکایت کنیم؟ کاری نکرده به حال به واسطه گلی که آقای مسی زده با مظفر شما افتاده مرده بابا اون بره دنیا تو مسابقات جام جهانی یه گل زده بنده خدا با مظفر ما این بر به هاچ یعنی به رحمت خدا رفته
قاتل محسوب نمیشه مسی؟ از این زاویه‌ای که تو میگی بهش نگاه کنی، ماره مسی مقصر نیست. ولی با توجه به توانمندی‌های من، با توجه به رشته تحصیلی من، یه راه‌های قانونی هست. شما میتونید از مسی شکایت کنید، غرامت هم ازش بگیرید. بودایی؟ بله. یعنی ما شکایت کنیم رضایت ندیم مسی اعدامش میکنن؟ چه حالی میکنه رونالدو؟ اعدام چیه؟ میگم میتونید ازش پول بگیرید. مامان نصرت، مامان نصرت. اینجایی؟ اوت. بعد مسی شکایت کنید. چی؟ حرف یه میلیون دلاره. شناختی؟ Thank you.